احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اظهاراتی درباره جلسه امروز گفت در این جلسه مجمع 12 تن از اعضا در موافقت یا مخالفت با این لایحه صحبت کردند، اما با توجه به اینکه تعداد اعضایی که خواستار صحبت درباره این لایحه بودند زیاد بود، نوبت به همه اعضا نرسید. لذا مقرر شد در جلسه بعدی مجمع که 2 هفته آینده برگزار می شود بررسی ادامه یابد. سایت حکومتی اعتماد در گزارشی از جلسه امروز مجمع می نویسد جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز بعد از 2 هفته به ریاست آملی لاریجانی با دستور کار ادامه بررسی لایحه پالرمو برگزار شد. جلسه امروز در حالی برگزار شد که علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاء و حسن روحانی رئیس جمهوری رژیم غائب بودند. پاسدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص روز گذشته طی اظهاراتی که در تلویزیون رژیم پخش شد یکی از دلایل مخالفت دلواپسان با تصویب لوایح FATF را بیان کرد و گفت کشورهای غربی و اروپایی تأمین مالی ما را با مشکل مواجه کردند، ولی میگن بیاید شما با ما همکاری مالی انجام بدید. خب اگر شما بانکاتون با ما کار نمیکنن، چه انتظاری دارید که ایران با شما همکاری مالی داشته باشه؟ حتی این کانال مالی هم که درست کردن، این کانال مالی نیست در حقیقت، این کانال کالاییه. یعنی نفت ما رو میگیرن، از اون طرف کالا به ما میدن. اشتباهاً اسم این کانال مالی گذاشتن. این یه کانال کالاییه. نفت ما به فروش میرسه، در مقابلش این پولا میره در یه صندوقی در اختیار خودشون هست، از اون طرف به ما دارو و کالای کشاورزی و غذا در حقیقت میدن. بنابراین از بی‌صداقتی غرب همینجه میشه فهمید و تحمیل خواسته‌هاشون بر کشور ما میشه فهمید که کلن تأمین مالی کشور ما رو، حتی پول خودمون رو حاضر نیستن به ما بدن. بعد میگن شما بیاید با ما همکاری مالی بکنید و ما به این مشکوک هستیم. این تقاضاهای غرب در مسئله CFT و پالرمو ما مشکوک هستیم و از دولت و مجلس خواستیم که به صراحت ابهامات مجمع تشخیص رو پاسخ بدن. روزنامه ایران ارگان دولت روحانی طی مقاله‌ای با عنوان اگر برجام نبود و اگر FATF نباشد، با وحشت زدگی و ناامیدی نسبت به عدم تصویب لوایح FATF هشدار داده و می‌نویسد اگرچه از روز روشن‌تر است که هرچه به گوش تندروهای ایران بخوانیم و انتظار داشته باشیم که نه حتی به اندازه زیاد بلکه به مقدار کمی عقلانیت به خرج دهند و این همه علیه برجام و در زمین ترامپ بازی نکنند، فایده‌ای نخواهد داشت و آنان همچنان در مسیر زیانبار خود حرکت می‌کنند. حتما گمان می‌کنند راهی را که رفتند بدون بازگشت است و چون همیشه فرمان را کندند و پا را روی گاز گذاشتند و در جاده یک طرفه با سرعت می‌رانند، به طوری که حتی فکر کردن به بازگشت از این مسیر نیست برایشان سنگین تمام خواهد شد. ولذا به قول شاعر گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ما مردم است، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.